معادله حرکت نوسانی. ببینید بچه‌ها، ما توی کتابمون برای نوشتن معادله حرکت نوسانی یه سری مشکلاتی پیدا کردیم. اینکه معادله حرکت نوسانی رو من چجوری بنویسم، چجوری میتونم این معادله رو اثبات کنم، نیاز به یه مقدار ریاضیات پیشرفته تر از سطح کتاب درسی داره. من اینجا میخوام حالت خاص در نظر بگیرم، یعنی اول میخوام بیا معادله رو تعریف کنم چی هست، اصلا به چه در حرکت نوسانی به چه معادله‌ای ما احتیاج داریم، بعد سر فرصت اون معادله رو اثباتش میکنم که معادله از کجا اومده. پس دقت کنید، ما وقتی میخوایم یه حرکت رو در فیزیک نشون بدیم، ابزار ما ریاضیه. از چی کمک میگیریم؟ از معادلات ریاضی. خب ما تو حرکت شناسی، حرکت یک نواخت معادله درجه یک شد، حرکت شتاب دار با شتاب ثابت معادله درجه دو شده بود. ولی وقتی من دارم حرکت نوسانی رو بررسی میکنم، معادلش باید یک معادله متناوب باشه. تنها رابطه‌ای که در ریاضی من میتونم روش حساب باز کنم سینوس ها و کوسینوس هاست. پس من میام اینجا میگم وقتی من دارم یه حرکت نوسانی ساده رو مورد بررسی قرار میدم که رو خط راست یه عمل تناوبی رو داره انجام میده، پس معادلش هم باید معادله سینوسی باشه. چرا؟ چون سینوس ها معادلهای تناوبی رو برای ما تعریف میکنن. پس یادمون باشه بچه ها، به عنوان نکته حرکتی را نوسانی ساده میگوییم که معادله آن را بتوان به صورت یک تابع سینوسی نشان داد، به طوری که داریم x مساوی است با a سینوس امگا t به علاوه تتا س. نگران نباشید، من اینو براتون اثبات میکنم خیلی قشنگ. حالا اینجا نگاه کنید، هر کدوم از اینها برای ما یه تعریفی دارن، یا از قبل تعریفشون کردیم یا الان تعریفش میکنیم. اولیش x رو بهش میگن بعد نوسان. این بعد دیگه چیه؟ تو اصطلاح جدیدی که الان استفاده داریم میکنیم، میگیم بچه تو حرکت نوسانی بعد یعنی مکان، و در واقع هر وقت به شما گفت در فلان لحظه مکانش کجاست، یعنی بعدش رو شما باید به دست بیاری، یا وقتی میگه بعد نوسان رو حساب کن یعنی ایکس رو باید به دست بیاری. آ چی هست بچه‌ها؟ دامنه نوسان. امگا رو بهش میگفتیم بسامد زاویه تو حرکت دایره‌ای کار کرده بودیم، تتا صفر اونم که برابر است با فاز اولیه. این معادله حرکت نوسانی ساده است. یه دانش آموزی من نگاه میکنه میگه جواب دین این معادله رو یه بار نگاه بنداز. میگه خب خودم نوشتم، نگاه کردن نداره. میگه رو دامنه x من مشکلی ندارم، این امگا t به علاوه تتا صفر برات آشنا نیست؟ منظوره چیه؟ امگا t به علاوه تتا صفر معادله فاز حرکت در حرکت دایره یک نواخته. آره یادم اومد، تتا مساوی بود با امگا t به علاوه تتا صفر. خب چی میخوای بگی؟ آقای شابدین من نمیفهمم حرکت دایره ای با حرکت نوسانی ساده چه نسبتی با هم دارن؟ حرکت دایره داره دور میزنه، در صورتی که حرکت نوسانی ساده باید رو خط راست باشه. اینا چجوری به هم ارتباط پیدا کردن؟ فکر میکنم میگم بریم ببینیم چه ارتباطی دارن. پس تو قسمت بعد من یه دایره میکشم، به چهار قسمت تقسیمش میکنم، میگم خب یه نفر رو دایره میاد دور میزنه برمیگرده سر جای اولش. بله این حرکتش حرکت نوسانی اگرم باشه نوسانی ساده نیست، یعنی انرژی جنبشی و پتانسیل هم به هم تبدیل بشن، نیروی بازگرداننده هم داشته باشه، چون رو خط راست نیست پس یه حرکت نوسانی ساده نمیتونه باشه. یه بار دیگه میگم دور بزن، دور میزنه، میگم نه چیز نفهمیدم، بیایم نقطه نقطه بریم جلو. میبینم وقتی که متحرک در این نقطه قرار داره، اگر اینجا یه چراغ روشن کنم سایش میفته اینجا. جالب شد، وقتی که متحرک میاد بالا سایش هم میاد بالاتر، اگر یه مقدار بالاتر بیاد باز سایه میاد بالا، باز یه مقدار بالاتر سایه بالاتر اومد. چه جالب، وقتی متحرک رو دایره داره دور میزنه سایش دقیقاً داره حرکت نوسانی انجام میده. پس نتیجه میگیریم تمام حرکت های نوسانی ساده رو میتونیم تصویر یا سایه یک حرکت دایره ای یک نواخت رو یکی از قطرها در نظر بگیریم. و نکته جالبتر، دامنه نوسانگر شما دقیقا شعاع اون دایره میشه. مدت زمانی که یه دوره کامل میزنه با مدت زمانی یه نوسان کامل با هم برابرن، یعنی دوره هاشون برابره. وقتی دوره ها با هم برابر باشن خب امگا هاشون هم با هم دیگه برابر هست. راجع به تتا صفر هم بعدن صحبت میکنیم. پس بچه ها به عنوان یک نکته و به عنوان یک نتیجه اینو به خاطر بسپارید، تمام حرکت های نوسانی ساده را میتوان تصویر یک حرکت دایره یک نواخت فرض کرد. من میام اینجا چیکار میکنم؟ یه دایره برای خودم میکشم. حالا میخوام بهتون نشون بدم اون فاز اولیه یعنی چی. متحرک ما فرض کنید که روی دایره یه جایی قرار بگیره، در لحظه صفر
الان فرض کنید این نقطه است، اگر در لحظه صفر در این نقطه باشه، سایش روی این روی این قطر در این نقطه قرار میگیره، رو محور ایگر هم گرفتم. حالا بچه ها اگر من اینو وصل کنم به مبدا، دامنه هم که مشخص هستن، اگر وصلش کنم اینجا یه زاویه بر من میسازه و این شعاع دایره دقیقا همون دامنه نوسان های ما خواهد شد. اگر این زاویه رو من زاویه تتا اسمش رو بذارم و این فاصله رو من ایگرگ بگیرم، زل اروبری اینا نگاه کنید دقیقا همسنگ هم دیگه هستن، پس این هم میشه ایگرگ. حالا بچه ها من مینویسم سینوس تتا، پس بذار یه بار تکرار کنم، متحرک روی دایره هر جا قرار بگیره سایش یه نوسانگر نشون میده، پس اگر از دایره بیام تو مرکز یه زاویه به من میده که شعاع دقیقا برابر همین دامنه نوسان هست. اگر من بنویسم سینوس تتا میشه زل مقابل تقسیم بر وتر ایگرگ تقسیم بر آ، یه طرف این وسطه میکنه میشه آ سینوس تتا. حالا شما بگید با گذشت زمان تتا تغییر میکنه، مگه تو حرکت دایره یک نواخت تتا نگفته بودیم امگا تی علاوه تتا صفره؟ پس اگر من بنویسم تتا مساوی است با امگا تی علاوه تتا صفر، بذارم تو رابطه بالا میشه آ سینوس امگا تی علاوه تتا صفر. حالا چه فرقی میکنه که شما سایه رو محور ایگرگ ها رو بگیرید یا رو محور ایکس ها، یعنی چراغ رو بالا در نظر میگرفتید؟ پس معادله حرکت نوسانی چه ایگرگ باشه چه ایکس باشه میشه آ سینوس امگا تی علاوه تتا صفر. من هنوزم فکر میکنم چرا نویسنده های کتاب درسیمون برای اثبات این مدل از مدل دیفرانسیل استفاده کردن که دانش آموز ریاضیاتش بلد نیست، ولی مثلثات در این حد بلده و میتونه خیلی راحت از این طریق معادله رو به دست بیارن، دیگه مدل دیفرانسیل هم لازم نباشه. اونم جای خودش ان شاء الله بهتون خواهم گفت. پس بچه‌ها ما الان فهمیدیم که تمام حرکت های نوسانی ساده را میتوان تصویر یک حرکت دایره یک نواخت فرض کرد و اون معادله هم از رابطه آ سینوس امگا تی به علاوه تتا صفر به دست میاد. نگرانم نباشید، فامیلی بین حرکت دایره یک نواخت و حرکت نوسانی ساده دقیقا همین سایه بودنش هست. در واقع نوسانهای ما سایه یک حرکت دایره یک نواخت فرض میشن، به همین خاطر هم در معادله حرکت نوسانی از معادله امگا تی به علاوه تتا صفر استفاده شده. این معادله رو بهش میگن معادله حرکت نوسانی ساده. در قسمت بعد میخوام یه نکته بسیار مهم رو بهتون بگم. شما فرض کنید یک نوسانگر روی خط راست بر روی پاره خطی به طول 2a در حال نوسانه. مرکز نوسان رو هم او گرفتیم. کتاب ما اومده برای نوسانگرها ناحیه تعریف کرده. ناحیه اول نوسان، ناحیه دوم نوسان، ناحیه سوم و ناحیه چهار. شما باید یه سری مشخصات رو در مورد ناحیه ها بلد باشین و حفظ کنین. اون مشخصات چیا هستن؟ یک، از مبدأ تا مثبت آ رو ناحیه یک میگیریم. از مثبت آ تا مبدأ یا هم مرکز رو ناحیه دو در نظر میگیریم. ناحیه سه از صفر تا منهای آ رو میگن و ناحیه چهار از منهای آ تا صفر. دانش آموز از من سوال میکنه، بگو ببینم مگه شما نگفتید تمام حرکت های نوسانی ساده تصویر یک حرکت دایره یک نواختن؟ اون دایره کجاست؟ من دایره رو براش رسم میکنم. میگم این دایره است که متحرک وقتی روی اون داشت حرکت میکرد روی محور ایکس ها سایش یک حرکت نوسانی ساده رو ایجاد کرد. میگه آشابدین من با همین مشکل دارم. مشکل چیه؟ میگه اگر شما این دایره رو به 4 قسمت تقسیم کنید، این ناحیه یک شما از نظر مثلثاتی هیچ شباهتی به ناحیه مثلثاتی من نداره. چرا؟ چون این نقطه رو من ناحیه یک اسمشو نمیذارم، اینجا رو میذارم ناحیه 4 مثلثاتی. میگیم خب بله اینم حق با شماست، ولی من این ناحیه‌ای که نامگذاری کردم ناحیه مثلثاتی نیست، ناحیه نوسانی. و چیکار کنم؟ میگم این محور رو وردار بچرخون، یعنی توی شکل بعد محور ایکست رو از حالت افق به حالت قائم در بیار. میگه اشکالی نداره. میگیم نه، زیرش یه دایره است که دایره مثلثاتی بوده، دایره نوسانی هم چرخوندم انداختم رو هم، اون وقت این ناحیه که از صفر تا مثبت آ رو داره نشون میده همون ناحیه یک ما میشه. اینجا ناحیه دو میشه ناحیه سه، ناحیه چهار. تو دایره مثلثاتی هم دقیقاً همین ویژگی ها رو داشتیم ما. پس بچه ها ناحیه یک من در مثلثات و نوسان بر هم منطبق شدن، منتها شرط داره. محور افق دیگه محور مختصات نیست، این محور قائم هم بهش میگیم محور نوسان. یعنی اگر نوسانگر ما روی محور ایکس ها داشت نوسان میکرد، ما ایکس بونو قائم میکشیم، ولی میدونیم اینجا ناحیه 1 2 3 و 4 هست. اگرم محور ایگرگ ها نوسان میکرد که خودش میشه دیگه، فرقی نداره. یعنی ما تو دایرمون و دایره نوسانی میخوایم بکشیم، محور قائممون محور نوسان هست. اگه ایکس بود اینجا اسمشو ایکس میذاریم، اگه رو محور ایگرگ ها نوسان میکرد اسمشو ایگرگ میذاریم. دیگه چی؟
در حرکت نوسانی هر ناحیه نوسانگر شما یک سری مشخصات داره که اون مشخصات رو دانش آموز حتما باید بلد باشه. حالا اون چی هست؟ شما فرض کنید که در ناحیه یک قرار دارید، یعنی از مبدا مختصات دارید میرید به سمت دامنه مثبت، این ناحیه یکه. متحرک شما رو دایره در این نقطه قرار داشت، سایش نوسان رو به وجود آورد. شما باید به من بگید اگر این محور رو محور X در نظر بگیرم، اینجا رو مبدا در نظر بگیرم، در ناحیه یک مکان مثبت یا منفی هستش؟ نگاه کنید، مکان مثبت. دیگه چی؟ متحرک ما در جهت مثبت محور X داره حرکت میکنه. بچه بگید ببینم یه متحرک در جهت مثبت محور X ها حرکت میکنه، یعنی Vش مثبته. پس V مثبت به معنای تند شونده بودن نیست، یعنی در جهت مثبت ها داره حرکت میکنه. دیگه چی؟ متحرک ما که نوسانگر باشه میرسه به دامنه برمیگرده. هر حرکت مستقیم الخطی که قرار برگرده باید متوقف بشه. پس در اینجا سرعت باید صفر بشه. وقتی داره میره جایی که سرعتش رو میخواد صفر کنه، پس حرکتش باید حرکت کند شونده باشه. پس بچه ها به خاطر بسپاریم در ناحیه اول حرکت ما یک حرکت کند شونده است. دیگه چی؟ وقتی سرعتتون مثبت، حرکتتون کند شونده، مگه ما تو حرکت شناسی یاد نگرفته بودیم شتاب باید مختلف علامه باشه؟ پس آ باید بشه منفی. ناحیه اول تمام شد. یعنی دانش آموز من باید مشخصات حرکت نوسانی رو در ناحیه ها حفظ باشه. ناحیه اول جهتش کدوم وریه، سرعت چی هستش، مکانش مثبت یا منفی، تون چونده است یا کند چونده، شتاب علامتش چی. البته بچه راحت میشه حساب کرده. شما فرض کن ناحیه دوم باشیم، در ناحیه دوم داریم میایم پایین. اولا بالای مبدا قرار داریم، پس ایکس مون مثبت. روی پایین داره حرکت میکنه، پس وی منفیه. پس بچه ها تمام اونایی که دارن میرن بالا ویاشون مثبته، اونایی که دارن میان پایین ویاشون منفی است. دیگه چی؟ داره میره به سمت مرکز نوسان، در مرکز نوسان ما بیشترین سرعت رو داریم، پس حرکتمون حرکت تند شونده است. دیگه چی؟ شتاب باید حتما با سرعت هم علامت باشه تا حرکت ما تند شونده بشه، پس آمون هم منفیه. حالا میتونیم نتایج خیلی قشنگتر هم بگیریم. مثلا در ناحیه اول و دوم که مکان مثبت بود، شتاب منفی شده. یعنی از همین الان میتونید به خاطر بسپارید جاهایی که مکان مثبته شتابمون منفیه. دیگه چی؟ ناحیه سوم، در ناحیه سوم مکان آفرین منفیه، سرعت منفیه چون روی پایین داره میره، حرکت کند شونده است. چرا کند شونده است؟ چون به سمت دامنه داره میره و شتابمون هم قطعا مثبتشون باید مختلف العلامه باشه. البته میتونیم بگیم چون ایکس مون منفی آمون مثبت شد. در ناحیه چهارم جهت حرکت رو به بالاست، مکان زیر مبدا قرار گرفته منفیه، سرعت رو به بالا مثبت هست، حرکت به سمت مرکز نوسان پس تند شونده است. دیگه چی میتونیم بگیم؟ شتابمون هم مثبته. این چهار ناحیه مثلثاتی و نوسانی رو که بر هم منطبق کردیم و ویژگی هاشو یاد گرفتیم، تازه میتونیم وارد تستا بشیم و تست بزنیم، مسئله حل کنیم، معادله بنویسیم. برای نمونه میخوام همینجا یه سوال خیلی ساده براتون حل کنم. دقت کنید، در حرکت نوسانی ساده در لحظه‌ای که سرعت نوسانگر از مثبت به منفی تغییر علامت می‌دهد، شتاب نوسانگر چگونه است؟ وقتی میگه سرعت نوسانگر از مثبت به منفی تغییر جهت بده دیگه، نه همینجوری هم میتونه بگه تغییر جهت در دامنه اتفاق میفته، یا دامنه مثبت یا دامنه منفی. حالا از ما پرسیده شتاب وضعیتش چجوریه؟ مثبت است، از مثبت به منفی تغییر علامت میدهد، منفی است، از منفی به مثبت تغییر علامت میدهد. من که حافظم یه خورده ضعیف‌تر از شما هاست، میام شکل میکشم برا خودم، میگم بچه این دایره. خب در هر ناحیه مشخصات شما قبلا یاد گرفته بودیم، ناحیه اول سرعتمون مثبت، شتابمون منفی، ناحیه دوم سرعتمون منفی، شتابمون هم منفی هست، ناحیه چهارم و ناحیه سوم وی منفی آ مثبت، ناحیه چهارم که برمیگرده به سمت بالا وی مثبت آ هم مثبت. این چهار تا رو همین الان دوز کار کردیم. حالا نگاه کنید، وقتی که سرعتمون از مثبت به منفی تبدیل میشه، ناحیه یک سرعت مثبت، ناحیه دو سرعت منفیه، پس اینجا تغییر جهت داده. حالا بچه‌ها چه ناحیه یک باشه چه ناحیه دو باشه، شتاب شما منفیه.
بریم ناحیه دیگر رو امتحان کنیم. اینجا وی منفی، اینجا وی مثبت، اینجا از منفی به مثبت تغییر جهت داده، پس این قابل قبول نیست. پس همون ناحیه یک به دو رفته. در ناحیه یک و ناحیه دو شتاب ما شتاب چیه؟ منفی هست و گزینه درستمون اون گزینه میشه که میگه شتاب منفی است، یعنی شتاب تغییر علامت نداده. در ناحیه یک و ناحیه دو در هر دو ناحیه شتاب چی بوده؟ منفی بوده. یه جا مثبت یه جا منفی نبود که بخواد تغییر علامت بده. پس بچه‌ها ما یک مدل از سوالامون مستقیما از این دایره میاد. یعنی شما مشخصات دایره رو باید حتما بلد باشید. نگران نباشید، به راحتی اینها رو میتونید یاد بگیرید.